روایت است که چون از وطن نمود سفر، به سوی کرب و بلا آن امام تشنه جگر. آروم آروم فقط گوش کنید. روایت که چون از وطن نمود سفر، سفر که نکرد حرم را از حرم کردن بیرون. روایت از که چون از وطن نمود سفر، سوی کرب و بلا آن امام تشنه جگر، مریض دخترکی در مدینه، فاطمه نام، به جای ماند از آن شهریار عرش مگان. همیشه با تن تبدار و درد و ناله و آه، به راه کرب و بلا مانده بود چشم برا. بی بی جان همیشه با تن تبدار و درد و ناله و آم، به راه کرب و بلا مانده بود چشم برا، به فکر این که رسد از پدر به وی خبری. یقین دارم که همه گریه میکنن چون ارباب خیلی دخترشو دوست داشت، سید الشهدا خیلی دوست داشت. به فکر این که رسد از پدر به وی خبری، مدام داشت مهیا اساس نوه گری. به فکر این که رسد از پدر به وی خبری، مدام داشت مهیا اساس نوه گری. بمیرم برات خانم به غیر آه جهان سوز، اهل راز ندارم. به چاره دل افسرده دل نواز ندارم. نشسته بود شب و روز با هجوم بلا در انتظار پدر، چشم سوی کرب و بلا نوشته بود یکی نامه آن عزیزه زار، برای خسرو لب تشنه با تن تبدار یه نامه نوشت. اونجوری هم روایات مقتل گفته اون عربی که نامه رو برد ملک بود. کتابتی کلماتش همه شرر انگیز،
عبارتش همه پر حسرت قیامت خیز اراده داشت که آن نام را بهانه کند به کوفه نزد پدر قاصدی روانه کند اراده داشت که آن نام را بهانه کنم به کوفه نزد پدر قاصدی روانه کنم حکایت دل پرخون خیش سر تا سر نوشته بود در آن نامه از برای پدر گرفت یک عربی نام را از آن دلخون به عزم کربلا گشت از مدینه برون نموده تی ره مقصود روز و شب ز وفام به دشت ماریا آمد به زهر عاشورا حالا ببینین کی رسیده به ساعتی که ز بیداد خلق کوفه و شام شهید گشته محبان شاه تشنه تمام عزیز فاطمه لب تشنه و غریب و وحید ستاده یکه و تنها به نزد جیش یعنی لشکر یزید اون موقع رسید که دیگه حضرت تنها مونده بودن اون موقع رسید که حضرت حلم ناصر رو فرموده بودن عرب دو دست ادب را به سینه نزد امام نهاد و کرد بدان شاه کم سپاه سلام شه شهید دم عیسوی زهم بکشوند آقا لبا رو باز کردن به لطف خاص جواب سلام را فرمود به گریه گفت کی؟ به گریه گفت که ای قاصد خجست پیام تو کیستی که نمودی به دین غریب سلام ز چهره تو هویدا بود به وجه حسن حدیث مهنت واماندگان اهل وطن نمود عرض که ای مظهر صفات خدا مراز نامی است نزد دختر از صغرا گرفت از عرب آن شاه بی سپاه و حشر تن موقع حضرت از میدان برگشتن به خیمه کشینه گرفت نامه از عربان شام بی سپاه و حشم کتابت دل برخون روانه شد به حرم اما زینبم بیا زینبم به دور خیش زنان را تمام جمع نمود اونقدر این آروم آروم میگم تا به دور خیش زنان را تمام جمع نمود ز روی نامه سهراب زمه مهر گشود
نوشته بود در آن نامه که ای جناب پدر نموده ای چه از این مریض قطع نظر بابا یا تمام راز وفا سر بلند نزد کسان سلام من به عموها و عمه ها برسان وای سمام را سر بلند ز وفا نزد کسان سلام من به عموها و عمه ها برسان بگو به حضرت عباس کی عموی رشید ز دوری تو ز دنیا بریدم امید به فدای سر و جان تو باد جان و سرم عمو به کرب و بلا کن حمایت از پدرم فدای سر و جان تو باد جان و سرم امو 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 به کرب و بلا کن حمایت از پدرم حالا روزه از اونجا شروع شد فدای سر جان تو باد جان و سرم عمو به کرب و بلا کن حمایت از پدرت بابا اگر به کرب و بلا گشت قاسمم داماد عروس را بده از جای من مبارک باد بابا اکبر بابا بگو به اکبر یوسف جمال محسی ما بیا مراز مدینه ببر به کرب و بلا بابا یا مرا به سر هوس دیدن سکینه بود ز زندگی دل من سی در مدینه بود بابای کنم به دامن او جای تا بدون تن سلام ما برسان پیشم من زینه پدر ز جانبی غم رسیده و مایوس دو دیده های علی اصغر صغیر ببوز 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 دیگران حتما داداشم علی را میره دو دیده های علی اصغر صغیر ببوز 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 یا حضرت رباب یا حضرت رباب خانم اونقدر با ادب بودن که وقتی مختار قیام کرد همه رو به سزای اعمالش رسون ظاهرن در دنیا قاصد اومد پیش امام سجاد آقا مختار دیگه انتقامو گرفت بی بی زینب حضرت سکینه را عازم کرد برو پیش رباب بهش بگو زینب گفت
زینب گفت یعنی خانم از امر بیبی نمیمد بیرون که اینقدر جلوی آفتاب نشینه لباس اعضای داداشم بیرون بیار از تنش. حتی خودشم بعضی موقع بیبی میفرمود روبا من پوست و خونم از حسینه، اینقدر بیتابی نمی کنم، آخه تو اینقدر چرا بیتابی می کنی؟ میفرمود رو با هم میفرمود خانم خانم آخه یه چیزی به شما نگفته ولی به من گفته آقا، چون مرد هر حرفی رو به زنش میزنه. چی گفته؟ خانم وقتی که خواست بره میدان من دم خیمه ایستاده بودم، دیدم اومد طرف من، از اسب پیاده شد رفتم جلو، فرمود رو با فکر نکن دارم میرم میدون آروم و راضی میرم، رباب به خدا هم تشنمه هم گشنمه.